سلام، به برنامه تحول خوش آمدین. سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که هیچ کشوری به شمول ایالات متحده در نظر ندارد تا دولت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسد. کرنده کار در یک نشست آنلاین با شمار از خبرنگاران زن افغان همچنان افزوده که ایجاد روابط خوب امارت اسلامی با زنان و مردان در داخل افغانستان به معنای ایجاد روابط خوب با سایر کشورهای جهان با دولت سرپرست است. همزمان با این، وزارت خارجه آمریکا میگوید که ادامه محدودیت‌ها سد راه زنان سبب می‌شود تا ایجاد روابط عادی امارات اسلامی با کشورهای سراسر جهان در زمان طولانی هم اتفاق نیفتد. امارات اسلامی اما بارها اعلام کرده که خواهان داشتن تعامل مثبت با کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا است. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، اما پیش از آن یک گزارش داریم که در مرتبط با موضوع همکاران ما تهیه کرده، میبینیم و دوباره برمیگردیم. در حالی که امارات اسلامی در پی ایجاد تعامل مثبت اما در پرتو شریعت اسلامی و منافع ملی با جهان است، اما آمریکا میگوید قرار نیست هیچ کشور دولت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسد. شارج دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان در یک نشست آنلاین با شمار از خبرنگاران زن افغان گفته است هرچند برخی مراکز دیپلماتیک افغانستان در اختیار امارت اسلامی قرار گرفته است، اما هیچ کشور برنامه برای به رسمیت شناختن دولت سرپرست افغانستان ندارد. کرندیکر این را هم گفته است که ایجاد روابط خوب امارت اسلامی با زنان و مردان در داخل افغانستان به معنی ایجاد روابط خوب با سایر کشورهای جهان با دولت سرپرست است. ما از همه این کشورها شنیده ایم که به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به مثابه حکومت مشروع افغانستان در پلان ندارند. درک ما این است که هیچ کشور به شمول کشور خودم وجود ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. بنابراین اگر طالبان خواهان روابط خوب با سایر کشورهای جهانند، باید با زنان و مردان کشور خود روابط خوب داشته باشند. معین سیاسی وزارت امور خارجه میگوید آنان به جانب آمریکا گفتند که هرگاه سفارتشان را در کابل باز کنند، امنیت آنان را تامین خواهند کرد. شیر محمد عباس استانگزی میگوید که برخی کشورها از ترس آمریکا نمی توانند با کابل ارتباط رسمی برقرار کنند. مسئولیت را ادا بکنید. یک سفارت خود خلاص بکنید. امنیت تان ما میگیرد. وقتی شما به دیگه کشورها هم نمیکارید. حال بسیاری از کشورها شما باور بکنید که با ما ملاقات خصوصی می داشته باشید. نه بگید که آمریکا با شما روابط خود جور کنه، ما فورا نمی نمیتونم چون تحت تاثیر رزونانس نمیخوام با آمریکا دشمنی بکنم. همزمان با این، وزارت خارجه آمریکا میگوید ادامه محدودیت ها سر راه زنان سبب میشود تا ایجاد روابط عادی امارت اسلامی با کشورهای سراسر جهان در زمان طولانی هم اتفاق نیفتد. طالبان به دنبال روابط عادی با کشورهای سراسر جهان هستند. این امر در مدت زمان طولانی اتفاق نمیافتد، به گونه ای که آنها به پیشبرد اقدام های سرکوبگرانه علیه زنان ادامه می‌دهند، ما امیدواریم آنها پیامدهای برخی از این تصمیمات فاجعه‌بار مانند ممنوعیت زنان از مکاتب و چیزهایی از این قبیل را درک کنند. آقای پاتل همچنان می‌گوید ایالات متحده در همکاری با شرکایش از ابزارهایی که در اختیار دارد برای پاسخگو قرار دادن امارت اسلامی استفاده می‌کند. ما همچنان تعدادی ابزار در اختیار داریم تا طالبان را پاسخگو کنیم. محدودیت های ویزا و غیره برای پاسخگویی طالبان و همچنین ابزارهایی که می توانیم با متحدان و شرکای خود دنبال کنیم. امارت اسلامی بارها اعلام کرده است سیاست فشار در افغانستان نتیجه نمی دهد و باید کشورها با افغانستان تعامل کنند، زیرا کابل خواهان برقراری روابط با همه کشورها به شمول ایالات متحده است. مسائل سیاسی یا مسائل بیرونی کشور نباید با مسائل داخلی افغانستان بسته شود. مسائل داخلی افغانستان مربوط به مردم افغانستان است. مردم افغانستان در باره یا در مورد مسائل داخلی کشور مستقلانه تصمیم می گیرد. در دست کم یک ماه پس این، سفارت افغانستان در تهران، کنسولگری افغانستان در شهر دبی امارات، کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه به حکومت سرپرست واگذار شده است. با ادامه باز هم خوش آمدید. در نیمه این بس آقای احمد سعیدی استاد پانتون از ازبکستان با ماست و در نیمه دوم هم آقای دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر از قطر با ما وصل خواهد شدن. آقای سعیدی سلام، خوش آمدید به بس.
صحبت های سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان چه معنا را میتونه افاده بکنه؟ اونا گفتن هیچ کشوری به شمول ایالات متحده امریکا در نظر ندارد تا دولت افغانستان را به رسمیت بشناسه. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، خدمت بیننده ها و شنونده شما سلام عرض ادب دارم. بهتر می بود که جناب دکتر صاحب نعیم وردک حضور می داشتن، بحث می کردیم، نتایج بهتر بود، شاید مصروفیت های داشتن یا نتانستن. عرض می است از روزی که سازمان ملل متحد ایجاد شده بعد از جنگ دوم جهانی، زمانی که امریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه حق ویتو را در ملل متحد به خود گرفتن، در تمام قضایای ملی و بین المللی حرف اول میزنند. یعنی امروز دنیا ثابت شده که همین پنج ابرقدرت یعنی ملل متحد، پنج ابرقدرت یعنی دنیا، پنج ابرقدرت یعنی کشورهای منطقه و فرامنطقه. به این دلیل که آن دو خاطر است که کاردار سفارت امریکا به خود حق میده، به جرأت میگوید که هیچ کس نمیخواهد بشناسه، یعنی به نمایندگی از دیگران گپ میزنه. و تایی دو سال گپای ازی کاردار هم ثابت شده. ببینید قطر کشور اسلامی است، روابطی نزدیکی با طالبان بسیار نزدیک داره، خیلی نزدیک داره در گذشته، ولی هر کمکی را طالبان را میکنه اخلاقا این جرأت نداره از ترس امریکا که بگویه به طالبان اعلان کنه که رسمیت بشناسه. پاکستان روابط داره ولی از ترس امریکا جرأت نداره که بگویه که به رسمیت بشناسه. ازبکستان همچنین، ایران با تمام روابطی که هم از نگاه دیپلماتیک داره هم از نگاه سپاه داره، سپاه ایران داره با طالبان، همین جرأت اخلاقی یکی از ایران به خود نمیده که بگویه ما طالبان رو به رسمیت شناختیم، من نماینده ما تعیین شد. ولی پشت سر پسپسکایی دارن، رفت آمدهایی دارن، دیپلمات تعیین میکنن، داد و ستد میکنن، ولی از ترس امریکا، از ترس ابرقدرت‌ها نمیتونن حداقل جرأت اخلاقی رو بکنن. بلان همین کشورهای خود دوستی طالب بگیرن، مسلمان هم هستن، متاسفانه جرأت اخلاقی از ایران منفی صفر است. درست. با او خاطر است که کاردار سفارت به خود جرأت میده، به نمایندگی از دنیا میگوید که کس اینا رو به رسمیت نمیشناسد. نمیگوید که باید میگفت که ما نمیشناسیم، میگه دنیا نمیشناسد. یعنی معنی آمریکا یعنی دنیا. درست. با توجه به این که آمریکا از آدرس دنیا صحبت میکنه و این چه پیام میتونه برای حکومت سرپرست افغانستان داشته باشه؟ ببینید امیر از طالبا با ایران روابط نزدیکی دارن، با چین تا یک اندازه دارن، با پاکستان روابطی دارن، با کشورهای دیگه هم روابطی دارن، با ترکیه و چین و روسیه. با ترکیه و روسیه هم دارن روابطی دارن، البته روابط کوری، روابط قنصلی و یک روابط های استخباراتی. ولی امریکا میخواد از طریق نماینده خود، از طریق دیپلمات خود اعلان کنه که مردم دنیا خبر باشین که حرف اول و آخر ما میزنیم، نه کس دیگری. ایران به ایران هم میگه، ایران به قطر هم میگه، ایران به پاکستان هم میگه و کشورهای دیگه هم میگه. بلان با گذشت دو سال فهمیده میشه که تا وقتی که امریکا دست استیل بر نزنه، روسیه دست استیل بر نزنه، چین بر نزنه، این کشورهایی که ظاهرا خوده وفادار به اسلام، وفادار به دین، وفادار به ارزش‌های اسلامی می‌دارن، اینا فقط ظاهرا همونطور هستن، در معنا هر چی که امریکا بگه از اینا لب بگفتن است. درست. ولی آقای کرندیکر این را هم گفته که روابط خوب با جهان بستگی داره و برخورد امارت اسلامی با زنان در افغانستان. آیا میتونیم بگوییم که هنوز هم یک دریچه امید وجود داره که امارات اسلامی روی کرد خود را تغییر بده با زنان در افغانستان و وارد تعامل با جهان شده به ویژه ایالات متحده امریکا؟ من به این باور نیستم که طالب صبح به کاتب دختران را واس کنه کار زنان را اجازه بده و از دنیا را به رسمیت بشناسه. من دنیا از روز اول چند خط سرخ تعیین کرده و خط سرخ طالب هم معلوم است. دنیا تعیین کرده که حکومت همه شمول، آزادی بیان، انتخابات، قانون اساسی، حکومت مردمی، عدم امارت که در قرارداد دوحه هم کلمه امارت از طرف امریکا به کار نرفته. طالب چی میگه؟ ما امارت اسلامی هستیم، قدرت گرفتیم، مردم در دفاع از ما هستند. تا وقتی که همین لحظه ببینیم با نزدیک به دو سال تا روز 27 نفر از طالبان در لیست سیاه هستند، در بلک لیست هستند. وقتی که در یک دولت، یک نظامی که عضو کابینه ایش
وزیر خارجهش در لیست سیاه باشه، در قدم اول تا امریکا توافق نکنه هیچ کس از لیست سیاه کسی را بیرون کرده نمیده. امریکا هایی خطور بسیار لاف و پوف میزنه، یعنی کاردارش. شما میفهمید که امریکا هر وقت که خواست باز لیست سیاه بیرون میشه. همه کسانی هم که در بین پاکستان و افغانستان در مذاکرات دوه سفر میکردن به طور موقت چند نفر اینا امریکا از لیست سیاه بیرون کردن. اینا مشکلیه و طالبان هم میگوید که امارت اسلامی درست است، مشکلی ما با جهان نداریم، ما رو به رسمیت بشناسید. تا یکی از اینها، یعنی هم دنیا هم طالبان، یکی از اینها عقب نشین نکنن، سر یک میز مذاکره نشینن، با یک دیگر تفاهم نکنن، خلاصه اگر بگویم که با یک دیگر تمکین نکنن به رسمیت شناختن، امیدی در حال حاضر هیچ وجود نداره. درست. وقتی که طی سال یعنی پول زیادتر پولهای عقبی قطع شده، به زودی نمیشه. حال اگر کسی هم حاضر شه که طالبان به رسمیت بشناسه، در قدم اول ضرور است که رهبری طالبان از لیست سیاه بیرون شه، با آزادی بیان، حقوق خانم ها، دخترها، اینا مد نظر گرفته شه، چالش های بین المللی حل شه. واسه خیلی وقت کار داره اینا. درست. ولی آمریکا چرا مذاکره نمیکنه آقای سیدی؟ حالا بحث لیست سیاه را شما اشاره کردین، شما از اعضای بلندپایه مقام های امارات اسلامی در لیست سیاه هستند، پول های افغانستان منجمد شده، حالا با توجه به این سیاست ها گفتم میتونیم که شناسایی حکومت افغانستان به بنبست خورده؟ ببینین افغانستان همین لحظه که با شما صحبت میکنیم در تحذیرات اقتصادی، تحذیرات سیاسی، تحذیرات امنیتی قرار داره. در اوائل امیدواری ها زیادتری بود به خاطر برسی و شناختن طالبان، به این دلیل که گفته می شد که طالب جغرافی افغانستان سر تا سر در دست داره، گروه های شروعشی به نام القاعده و داعش مهار میکنه. از حال به این روزان حمله دیروزی وزارت خارجه را شما می بینید. بنابراین حال مشکل امنیتی هم به چالش رفته. و از یک طرف دیگه طالب بسیار ضرور است که به مردم راست بگوید. طالب میگوید، وزیر خارجه طالبان میگوید که در افغانستان داعش وجود نداره. از طرف میان به دروازه وزارتش حمله میکنن، مسئولیت را میگن. بسیار خوب است که بگویند که داعش وجود داره، ما مبارزه میکنیم، ما جنگ میکنیم. ولی طالب منکر میشه از داعش بالا. و از سوی دیگر این وضعیت اقتصادی سیاسی مردم را ناچار میکنه فرار. بهتر است که در قدم اول طالبان به مردم افغانستان اشتی کنن، به مردم افغانستان سر میز مذاکره بشینن، به مردم افغانستان. هدف ما از چهار تا کابینه عضو سابقه نیسته، مردم عوامی، مردمی با شرف افغانستان، با اینا اشتی کنن، کپروشان بشینن. باز بعد از اون میشه که امریکا هم به سر عقل بیاد. حالا هم که طالب بخواه هم با امریکا مخالف و هم با مردمی مشکل است. یک چیزی رو تضادهای منطقه‌ای رو کسی به لازم نبود بگویم، بس باید آقای دکتر نعیم بگویم. شما میفهمین که مناسبات ایران و امریکا بسیار شدیدن مخالفت وجود داره. وقتی که طالب با ایران نزدیک میشه، معنای اینه که احساسات امریکا بیشتر بنگیخته میشه. شما میفهمین که چین و روسیه و امریکا تضاد داره. وقتی که با چین و روسیه نزدیک میشه، امریکا بیشتر عصبانی میشه. این عصبیاتی‌های منطقوی، این زورآزمایی‌های منطقوی هم کمر مردم افغانستان شکست مونده. ما قربانی رقابت‌ها هستیم. این رقابت‌ها به زودی کاهش پیدا نمی‌کنه. بله. ما میخوایم این مسئله آشتی ملی را که شما اشاره کردین روش بپردازم. منظورتان چی است آقای سعیدی؟ آیا امارات اسلامی انتخابات برگزار بکنه یا در مکاتب پانتون ها را باز بکنه؟ منظورتان چی است اگر واضح تر بگوید؟ نه، شما میدانید که مردم افغانستان تعداد زیادی به شمول ما کشور ترک کردن. مردم افغانستان هم اشرف غنی نیه، مردم افغانستان هم کابینه اشرف غنی نیه. و مردم افغانستان طالبا بشینن قدرت را، قدرتی که دارن، این را مایه خدمتگذاری بدارن، نه قنیمت جنگی. بگویند که ما با شما مذاکره میکنیم، مفاهم میکنیم، رای حل. هیچ کس بی باور نیست که طالب از افغانستان اوت شد، طالب دیگر هیچ نباشه. این عقیده نیسته. ولی طالب هم تمام افغانستان مال خود نداره. مردم افغانستان هم شریک کنه به دولت، به نظام، بگوید تفاهم کنه، مذاکره کنه، بشینه. بعدا روی قانون اساسی بحث کنن، بعدا روی انتخابات بحث کنن. من نمیگم که صبح انتخابات کنن، همین بحث کنن. اما اگر این بگویی که ما زده زده اومدیم امریکا شکست داده، ما سلام داریم، قدرت گرفتیم، این تو خوش شده نمیتون. تشکر آقای سعیدی. وقفه کوتاه.
بایدام باز هم خوش آمدید آقای سعیدی. حالا دیده میشه که ظاهراً آمریکا بحث زنان را بسیار جدی گرفته، حتی در نشست های بسیار مهم بحث زنان را مطرح میکنه. میتونیم بگوییم که شناسایی حکومت در افغانستان در گرو بحث زنان است یا چالش هایی که در برابر زنان ایجاد شده؟ من خدمت شما احترامان بیشتر عرض میکنم. تقریبا 550 روز میشه دخترها به مکتب نرفته، به دانشگاه نرفته. بله. همین از اگر دروازه مکاتب همین از فرزن واسه جبران تاوان ازی را کی میده؟ یعنی ظلمی که شده کی میده تاوانش؟ یک. دومش کو معلم، کو کتاب، کو درس؟ طالب از خود شیوه ای داره که باید فقه نفی تدریس شه، مثال شرعی زیاد درزه شه، اکثر پوانتونه و مکاتب باید تبدیل به مدرسه شه. یک بوزیه. من بازم خدا کنه که طالب صبح مکتبه رو باز کنه، دعا میکنم خدا باز کنه. بله. اما این همی گفه بیاد شما باشه که با باز کردن مکاتب هم مشکل امریکا و طالب حل نمیشه، با ای هم حل نمیشه، باز گپای دیگه پیدا میشه، یادتان باشه. حالا تبصره ضرور نیسته. درست. پس میتونیم بپرسیم که آمریکا به دنبال چی از در افغانستان؟ امریکا به دنبال ازی است که حکومتی در افغانستان به سر قدرت باشه که منافع امریکا را بدون قید و شرط دنبال کنه. با حریفان امریکا به شمول ایران روابط نداشته باشه. ارزش‌ها و معیارهای تعیین شده ای را مراعات کنه. طرف انتخابات بره، قانون اساسی بیایه. شما همین لحظه میبینید که کنگرس امریکا راجع به خروج از افغانستان چی بحثایی داره، در حالی که این رو شما بفهمید که این بحث ها تنها خوراک انتخاباتیه، یعنی خوراک انتخاباتی دموکرات ها و جمهوریت خواسته، نه چیز دیگری. بنابراین دنیا یک کمک پیچیده تر. اگر شما دقتین هنوز هم الحمدلله تا روز دنیا کمک میکنه به قوم مردم افغانستان هسته. من شخصا میترسم، خدا نکنه، من میترسم از روزی که یک دفعه 24 ساعت کمک ها قطع شد. با چی؟ با چی کار میکنه مردم افغانستان؟ اگر شما بگون که حکومت مسئولی زدودن فقر نیست، حکومت مسئولی پیدا کردن کار نیست، حکومت مسئولی از این نیست که مردم یک لقمه نون سرشته کنه، غلط میکنین، اشتباه میکنین. ای که مقامای طالبان میگن که ما حکومت گرفته برای شما رو خدا بده، این خود گپ منطق نداره، این خود گپی خیلی منطقی است. درست. پس با توجه به اینکه شما گفتین باید منافع آمریکا را تطبیق بکنه و آمریکا همچنین یک حکومتی را در افغانستان خواهان است، پس میتونیم بگوییم که آمریکا حق به جانب نیست، به دنبال سیاست هایی است که افغانستان را اگر تطبیق شود به یک بحران دیگر میبره؟ شاید شما یا دوستایی که صدای مرا امشب میشنوند مرا بگن آدم مرتجی، آدم وطن فروش، آدم بیعقلیه. عزیزی دلم، صد مرتبه گفتم کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن استقلال سیاسی هم ندارن. وقتی که نان تو رو کشور دیگه میته، لباس تو رو کشور دیگه میته، تیلی موتر تو رو کشور دیگه میته، گتس و دریشی تو رو، تفنگ تو رو کشور دیگه میته، یعنی تو کی هستی؟ تو چیکار هستی؟ همین لحظه که شما در تلویزیون ایرانا نتاق هستی، اگر معاش از طرف مالک تلویزیون ایرانا داده نشه بدون اجازه دو جای رفته میتونی؟ بنابر هر وقتی افغانستان استقلال داشته میتونه که ما اقتصاد خود کفا داشته باشه، سر پای خود استاده شد، استقلال گروسنه، استقلال دربدر، میدونی انقلاب مردم گروسنگی است. بنابر یک کس لاف میزنه ما استقلال گرفته، برادر استقلال گرفته، ما نان میخوریم، مهمانان هم بتی، به ما لباس هم بیتی، به ما کار هم بیتی، استقلال بخورم، بپوشم، کالا کنم، به خود نکتایی بذارم، چیکار کنم استقلال؟ بگو نامشه. این ما آزاد، چی آزاد؟ ما آزاد هستم، نانم ندارم، لباس هم ندارم، شب روز لط هم بخورم، زیر قمچین هم هستم، ما آزاد. درست. بحثایی که یک منطق داره، سکر من میگم که یک بار دیگر میگم، صد دفعه گفته باشم، کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن، خودکفا استقلال نیستن، غلط میکنن، اشتباه میگن، دروغ میگن که ما آزاد هستیم. وقتی که ما امریکا رو شکست دادیم، ضربه زدیم، چرا از اون میگیم پولای ما رو بیتی؟ خب بگیریم به زور از اون بگیریم دیگه، بد میکنه که نمیتی پولای ما. چرا میگیم امریکا با ما گندم رای کن؟ چرا میگیم هفته 40 میلیون دلار رای کن؟ نکنه رای. اگر ما غیرت داریم چرا پولایشو میخواییم؟ پس
ولم لاف نزنه، بگوی که امریکا تو رفته ولی کمک پشتر ممره بود. همین اگر غیرت افغانی امریکا بود تو که تو را زدن پولی تم نمیخوایی. ولی این پول هاییست که بلوکه شده آقای سعیدی در امریکا. امریکا بلوکه کرده این پول ها را. همین پول ها را بسیار بس کردم که 3 میلیارد و چند داشت در سوئیس است متوقع امریکاست. بله. این پول ها پول مصرف نیه، قربان سر شما شما. همیشه اقتصاددان ها گفته، یک بار دیگر تکرار میکنم، طالبا که میگن غلط میگن. این پول ها به خاطر پشتیبانی پول افغانیه که پول افغانی تزلزل پیدا نکنه، صعود نکنه. درست. این پول برای مصرف نیست. ولی جناب استاد، زمانی که این پول ها بلوکه باشه چی به درد افغان ها میخوره؟ پول ذخیره ای که توازن همین لازم شما همین هفته بار که 10 میلیون یا 15 میلیون دلار به بازار میبرین، اگه می نباشه یک دلار به 500 افغانی نمیرسه، چی معنا داره؟ عرض مثال دیگه است که اینا پول اینا رو اشرف غنی هم نمیتونه مصرف کنه، اینا دیگه کس هم نمیتونه مصرف کنه. اینا پولیه که به خاطر پشتیبانی فرض نه اینا رو آوردین، همین 7 میلیارد مصرف کردین، خوردین، به عسکرا دریشی کردین، باز یک افغانی شما به هزار، یک افغانی شما با یک دلار به هزار افغانی نمیشه. این هم اقتصاددان میدونه، این هیچ بحث نکنید، تو میره غلط میکنه که میگه درست. این پول ذخیره، این پول مصرف نیه. پس راه حل چی است؟ در این زوای سیاسی باقی ماندن هم به نفع نیست مطمئناً. پس راه حل چی است آقای سعیدی؟ چی کارهای باید صورت بگیره؟ راه حل است که طالب قدرت را قنیمت جنگی ندانه، با مردم افغانستان در یک مذاکرات بین افغانی بشینه، تمکین کنه، گپ مردم را بپذیره، از گلوله تفنگ و راکت صحبت نکنه، بگویه که ما فرزندان افغانستان هستیم، با مردم افغانستان میشینیم، تا بعدم مردم افغانستان همه یک جا با طالب صدا بلند کنن که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسه، یک حکومت همه شمول یا همه قبولی بسازن که در او طالب هم باشه، نیروهای دیگه هم باشه، با یک تفاهم بین افغانی. مردم افغانستان همه مسلمان است. اگر اینا بیقیده هستن که تنها خدا ما رو مسلمان خلق کرده دیگه همه مردم کافرن، خود درست این کار اینا درستیه. همین قدر که اینا باید یک سنجش کنن. نزدیک به 2 سال است دنیا ما رو به رسمیت نشناخت، فقر زیادتر شد، بیچارگی زیادتر شد، مردم ما بیشتر مهاجر شد، بیشتر پریشان شدیم، دو دشنام زیادتر شد. فایده چی شده؟ این 2 سال حکومت دستاورد چی است؟ درسته 2 تا دروازه بود، پلیس سرخ هم جور کردیم، 2 تا دروازه چهارراهی هم جور کردیم، دروازه هم جور کردیم. ولی آقای سعیدی، زمانی که بحث شناسایی حکومت میشه، بسیار عفو میخوام که من صحبت شما را قطع میکنم، زمانی که بحث شناسایی حکومت میشه و شما هم گفتین که آمریکا به نمایندگی از جهان صحبت میکنه و بارها مسئولین امارات اسلامی هم میگه که آمریکا به نحو سیاست های خصمانانه در قبال افغانستان دنبال میکنه، پس ملامت سلامت را چگونه باید تفکیک کرد؟ ببینید اگر امریکا به اینا خصمانه رفتار میکنه، چرا امریکا در دو قدرت به اینا داد؟ چرا دلمه خیلی داد به اینا قرارداد امضا کرد؟ امریکا خود اصلا خیلی خود مذاکره نکرد، خود اینا مذاکره کرد. امریکا قدرت سپورتخویی رو شما میدونید این واقعیت هست یا نی؟ امریکا خوشحال لطف کرده در حقی طالب، حال چرا مخالف هستن؟ شاید امریکا پشت دروازه دوحه که قرارداد کردن، بعضی کسا میگن که گپای دیگه هم بوده که گویا بعد مردم میگه که طالبا گفته بوده که ما بدون اجازه شما با کسی تعامل نمیکنیم، به کشور رابطه پیدا نمیکنیم. حالا امریکا قرار است که چرا به ایران نزدیک شدین، چرا به فلان کشور نزدیک شدین. این بازی ها شاید باشه شاید نباشه، من خیلی دقیقا نمیفهم، ولی یک چیزی به شما میگم که امریکا رو با وجودی که یک امریکا تا هنوز با همه مشکلاتی که داره یک ابرقدرت است، طالب تلاش کرده که به امریکا نزدیک شه، ولی امریکا تا حالا نپذیرفته. چون امریکا من دیگه نمیخوام که چون تلویزیون شما نزاکت های شما در کابل هستیم، بعضی حرفا را آدم نمیتونه بگویه، مسئولیت شما، مسئولیت رسانه شما یا مثلا در دیگه بعضی حرفای پشت پرده هسته که خیلی ناوقت شده. حالا 2 سال گشته، اگر شما منیس یک افغان یا طالب بیگیده باشه که فردا یا یک بابت دنیا ما را میشناسه، اشتباه میکنه، خلاصه گپ میاد اشتباه میکنه، بازی ها به رنگ دیگری رونق پیدا میکنه، به شکل دیگری در حرکت میشه، زیگزاکی، مستقیم، غیر مستقیم، بازی ها به جای دیگر میره که حال پیشبینیش اجالتا نوقت است. درست، ولی ناامیدی همه جا را فرا گرفته جناب سعیدی. اگر بسیار کوتاه بگوین، فرصت شناسایی دولت فعلی وجود داره؟ آیا
مردم منتظر ازی باشن که از تاریکی بیرون میشن و به روشنایی میرسن یا نه؟ اگر طالبا و مذاکرات بین الافغانی تمکین کنن، سر میز با افغانا بشینن، تمام دنیا در سیاست ها رو یک جا بدانن، حکومت دوری را قنیمت جنگی ندانن، با مردم افغانستان در تفاهم باشن، اندک وجود داره. منظورتون از افغان ها جناب سیدی، منظورتون از افغان ها کسایی است که در افغانستان است یا کسایی که افغانستان را ترک کرده؟ مثلا مقام های قبلی، عطا محمد نور، مارشال دوستم و امثال اینا. نه برادر، کشور تنها از اونا نیست، اونا تنها مطرح نیستن، اونا را امریکایی ها مطرح کنیشون. دیگه مردم افغانستان است، تو هستی، من هستم، هدف از داخل افغانستان رو کسی نمونده که چهار نفری مونده باشه اونا بیچاره حالا چی کرده میتونن. بعضی احزاب، شخصیت های سیاسی داخل و بیرون کشور، افغانستان مال مشترک کشور است، اقامت ازبکستان است، اگر تو در تهران هستی با همه بگوین، اعلان کنن که ما مردم تقاضا کرده که ما میایم میشینیم، ولی اینا تمکین نمیکنه به کسی، میگه هر کس میای بیعت کنه بسم الله علیه کار دعای خیری میتیم خدا را قدشه به تمرو بخیر. همین کسایی که مثلا همین کسایی که برگشتن به افغانستان، مثل کسایی بودن سابق، کی بود فاروق وردک و کی یک تایت خطر داره ایخ برگزد، با اونا چی برخورد شد؟ چیکار شد؟ نتیجه چی شد؟ سپاسگزار. یعنی ببینید، وقتی که یک حکومتی تمام فیصله های محاکم گذشته مردود میدانه، اضافه تر از 200 هزار نفر از صرافی ها محروم میکنه که شما لون پیدا کرده نمیتونید، باید نشستن به او کار دشواری است. من فکر نمی کنم که به زودی طالب به رسمیت شناخته شه، هرگز به زودی نمیشه. یعنی کلید موفقیت بعد از امارت اسلامی است؟ کلید موفقیت چی؟ اگر موفقیت به دست امارت میبود که دو سال میشه به رسمیت شناخته میشه. نه، کلید حکومت داری موفقیت جای دیگری است که باز بعدا روی شاید بحث های صورت بگیره. سپاسگزار آقای احمد سعیدی، استاد پوهنتون که از ازبکستان با ما بودن. سپاسگزار هستم جناب سعیدی. ممنون. وقفه کوتاه. باید ما باز هم خوش آمدید. دکتر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر، از قطر با ما وصل هستند. دکتر صاحب سلام، خوش آمدید. ببس صحبت های سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان را شما حتما شنیدین. این صحبت ها چه معنایی برای شما دارد؟ آیا امریکا دست رد بر سینه امارات اسلامی زده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست با شما، به همکاران شما، به همه شنوندگان شما سلامات، احترامات و عرض می دارم. خود این مورد اصلا باید بگویم که امارات اسلامی افغانستان از طرف خویش همه مسئولیت ها که تعلق به امارات اسلامی افغانستان دارد در پرتو ارزش های دینی و همچنان در پرتو منافع ملی خویش به آن را به دست کارند و انجام دادند. یک نکته دیگر باید ما متذکر شویم که هر ملت و هر کشور امون نظامش نمایندهش است. هیچ کس نمیتونه که به نمایندگی از یک ملت، از یک کشور حرف داشته باشد. این نوع چون اصل و اساس در اصول بین‌المللی هم ثابت است که هر کشور از خود نماینده و از خود نظام داره، اما نظام نمایندهشان میشه. در واقع اظهاراتی که وقتاً فراوقتاً از طرف‌های مختلف صورت می‌گیرد، ما باید بگوییم که هر نوع اظهاراتی که به اصطلاح مخالف ارزش های دین مبارک اسلام باشه و مخالف منافع ملی کشور ما باشه، دیگر او در پرتو اصول بین‌المللی هم درست نیست، چون در اصول بین‌المللی است که باید به ارزش های ملت ها، به حاکمیت ملت و مردم باید ارج گذاشته شود. دیگر به اساس ما میگیم که اگر کدام مشوره نظری باشه، ما این را بارها گفتیم، از هر طرفی که باشه ما او را شنیدیم و میشنویم. البته تصمیم گیری هر نظام به اساس منافع ملی خویش، به اساس معتقدات و ارزش های خود میکنه. دیگه به اساس ما میخواییم که وی پالیسی ما هست، هم از همه میخواییم که با اظهاراتی را داشته باشیم که با هم نزدیک شویم، مشکلات برای در راستای حل مشکلات مؤثر باشه، نه اظهاراتی که دیگه هم از هم دوری به میان میاره، مشکلات را ایجاد میکنه.
دیگه به این اثر اگر هر گذاشته شوه ما امیدوار هستیم که همه مشکلات حل میگردد. درست. اخیراً آقای بلینکن هم یک چنین اظهاراتی داشت. اونا گفتند که امارت اسلامی دست بردار نیست از سرکوب زنان در افغانستان. و حالا یک مقام دیگر می آید اظهار نظر می کند. هرچند آقای بلینکن گفته بود که برمیگرده به برخورد امارات اسلامی به زنان که چگونه اینا برخورد میکنن و جهان تصمیم میگیره که با اینا چیکار بکنن. حالا آقای دیگر می آید از یک زاویه دیگر، اونا از آدرس جهانی صحبت میکنند. چه پیامی داشت بر شما زمانی که صحبت را شنیدید؟ در این مورد ما این بارها گفتیم که جامعه جهانی طبیعی است که در اینجا در حدود 200 کم بیشتر کشورهای وجود داره، نظامهای وجود داره. هیچ کس نمیتونه که به نمایندگی از همه کشورها حرف داشته باشه. اگر کسی این نوع اظهارات را به این که نماینده همه کشورها است داشته باشه، ما فکر کنم که مخالف امو ارزش ها و اصول بین‌المللی است. نقطه دیگری که در این مورد گفته میشه که زنان افغانستان را پیشتر و مرد داشتم که هیچ جهت، هیچ شخص، هیچ فرد نمیتونه نماینده ملت افغانستان باشه، نماینده مردم افغانستان باشه. خود نظام افغانستان، حکومت افغانستان نماینده مردم افغانستان است و نماینده ملت افغانستان است. نقطه دیگری مهم این که زنان افغانستان جزی از این ملت هستند، جزی از این مردم هستند. دیگه به این اساس ما خود ما، ملت ما، مردم ما از خود ارزش های داریم. هیچ گاهی نمیشه که حقوق و به اصطلاح که آنها برشان حقوق میگه که در غرب و در دیگر جوامع انسانی است، او بر یک جامعه دیگر که از هم در عقیده، در ارزش ها، در به اصطلاح تقالید و ثقافت و کلتور فرق داشته باشد، تفاوت بسیار بزرگی داشته باشه، برام تحمیل بکنه یا بگویه که این ثقافت، این کلتور به اصطلاح یا این حقوق را که آنها یک کس برای ملت خود امور میخواه به دیگر هم خواسته باشه. من فکر کنم این هم مخالف هم اصول بین‌المللی، اصول عقل و منطق است. دیگه ای که حرفا گفته میشه که زنان در افغانستان سرکوب میشه یا به اصطلاح با حقوقشان به اصطلاح آنها گفته میشه که رسیدگی نمیشه، خلاف واقعیت است. در اینجا ما باید چند نقطه در نظر بگیریم. نخست این که امو اختلاف و تفاوت ارزش ها و تفاوت به اصطلاح و کلتور و ثقافت، مثلا ما شما میبینیم در غرب در اونجا زن متاسفانه برهنه میباشه، نه چادر میداشته باشه دیگه، همه چیز ما شما میبینیم. آیا ما میتونیم این بر ملت ما و مردم ما این بر حضور تحمیل بکنیم؟ در اینجا زن افغان، دختر افغان از او با این کلتور و با این ثقافت هیچ گاهی نه جور آمده و نه ای را میخواه. اگر ما شما فرض کنیم به هر دختر افغان که بگیم، به هر زنی که میخواه که مانند او زنهای غرب هم تو برهنه باشن، به هیچ صورت دیگه ما نمیتونیم که اگر ها خواسته باشن که زنهای افغانستان، دختران افغانستان مانند زنهای اونها باشه، این خلاف واقعیت است و خلاف عقل و منطق است و هیچ گاه صورت گرفته نمیتونه. اونا بحث مکاتب را اشاره کردن و همچنان بحث پانتون ها و برگشتر خانم ها در کار. میایم به این نقطه. بله. یک نقطه دیگری که در مورد کار زنان ما، متاسفانه یک تفاوت بسیار بزرگی هم در جامعه انسان ها که در این جهان وجود داره فرق داره، بلخصوص ما اگر از نگاه دین مبارک اسلام و از نگاه عنعنه و کلتور ثقافت افغانستان بگیم، آنها در غرب کار را بر زن لازم گردانیده. تصور آنها، ارزش های آنها ای است که زن باید مفتخور نباشد، مانند مرد کار بکنه، مانند مرد تحمل مشکلات را تحمل بکنه، مانند مرد اگر میتونه اگر نمیتونه در همه عرصه ها باید مشغول کار باشه، بل به یک تعریف دیگر بگویم در خدمت مرد باشه. و اینو ما شما میبینیم، همین کسایی که حرف از مساوات میزنه، حرف از حقوق زن میزنه، آیا آنها امیر در همه عرصه ها به امو شکل مساویش تامین کرده؟ ما شما میبینیم در امریکا، خود امریکا که 2500 سال تقریبا از ایجادش میشه و رئیس جمهور فعلیشان رئیس جمهور 46مین رئیس جمهور است، یک زن هم وجود نداره. چرا؟ کجاست حقوق زن؟ کجاست حقوق مرد؟ همچنان در رده های بلند حکومت، اگر به سطح وزارت ها است، اگر به سطح ریاست ها است، حتی در سکتورهای خصوصیشان در شرکت ها، در اونجا ما با شما ببینیم تقریبا 80% همه رده ها و مسئولیت ها و منصب های بلند را مردا در اختیار دارند.
20% در برای زنات از دیگر زنان هم به خاطر به حیث یک خادم خود اونجا از اون متاسفانه که استفاده صورت میگه اگر های چیزی خواسته باشه مشکل بزرگی است که نمیتونه این ثقافت مردم افغانستان را تغییر بده. یک نقطه دیگه مهم این که از نگاه نقطه نظر اسلام و همچنان از نگاه کلتور و ثقافت و عادات و تقالید ما و شما نفقه زن بر مرد است در افغانستان یا افغانستان به شکل عام بگیم از نگاه دین مبارک اسلام مرد مکلف است که برای زن نان و به اصطلاح لباس و خانه و همه چیز را برایش مهیا بسازد. اما در غرب چنین نیست. در اونجا باز میگه که نه، زن باید خودش به اصطلاح پیدا کنه، خودش باید بخوره که میخوره خودش پیدا بکنه. حتی مشخصه که آنها وقتی در خانه یک خانه زندگی میکنه بیل برق را مساوی بر زن و بر مرد چی میکنه دیگه. اگر یک ماه زن میپردازه مرد میپردازه، ماه دوم میگه باید زن میپردازه. این به یک قسم حالت است در حقیقت آنها حقوق زن را دفاع کردن. و شما این را میدانید که خلقت زن و خلقت مرد از نگاه فیزیکی بسیار تفاوت بزرگی داره. درست. زن در متحمل میشه به شکل طبیعی و فطری که مانا زن مادر است. این مادر بودن مشکل کار آسانی نیست، بسیار کار مشکلی است. خویک در یک خانه، در یک جامعه که زن مادر باشد به طلب مشکلات را که تحمل میکنه و اولاد را تربیت بکنه و برابر خود نان پیدا بکنه، این بسیار تفاوت بزرگ است. اگر آنها حرف از ثقافت ها و حرف از ارزش‌ها به این میایم، باز ما فکر کنم که آنها بسیار در این راستا کم هستند. اما الحمدلله ما چیزی که در افغانستان است، در ثقافت ما، در کلتور ما، حقوق زنها طبعا نشکی نیست که در هر جامعه کاستی های وجود داره و انسان است، اما به شکل عام حقوقی را که آنها برای زن خود مثلا سر زن کار را لازم میکنه در اسلام چنین نیست. اگر زمینه ضرورت باشه زن میتونه کار بکنه برای خود یک لقمه نان را پیدا بکنه. اگر نه، نان زن، خوردن زن، لباس زن، خانه زن، ای بر دوش مرد است. اگر پدر دختر باشه بر دوش پدر است، اگر شوهر با همسر باشه بر دوش شوهر است، دیگه اگر مادر باشه به دوش پسر است. این چیزا رو باید ما در دین مبارک اسلام اینا باید درک بکنیم. خب اینها از این خبر ندارن، اما قسمی که خودشان یک ترتیب برابر میکنه با اساس بعضی حالات رو میداشته باشن. درست. بس مکاتب و پانتون ها نیاز نیست فکر میکنیم؟ این رای مخشو یا این نقطه را باز باید اشاره داشته باشم که این شک نیست، این یک مشکل در کشور ما هست. این ما بارها گفتیم، اما بازم بگیم که در اینجا ما کشور ما در 43 سال در جنگ بوده. در این راستا بعضی مشکلات طبیعی است که در میان آمده. بعضی ها مثلا میگه که در اینجا به اصطلاح نیمه جامعه از جامعه دور شدن یا از کار دور شدن یا از تعلیم دور شدن. نیمه جامعه کدام وقت در اینجا تعلیم میکرد؟ فعلا نیمه جامعه را که ما فرض کنیم که مرد ها است، آیا همشون در تاریخ افغانستان تعلیم میکردن؟ فعلا جوانان ما تعلیم دارن؟ یعنی قسمی که آنها او را مطرح میکنند، یکی است که یک واقعیت است، این شکل است که یک مشکل است، اما به شیوه که آنها در مطبوعات از او استفاده میکنند، استفاده سو میکنند، تبلیغات میکنند، او با تفاوت بزرگی داره. کدام وقت نیم جامعه در افغانستان تعلیم میکرد؟ کدام وقت نیم جامعه در افغانستان در دفترها کار میکرد؟ باز این جامعه را چی جامعه آنها را چی میگه؟ جامعه چی مانه؟ یعنی جامعه صرف دفتر؟ یا که یک در جامعه در افغانستان ما شما میبینیم در اینجا ده ها از قریه ها از بده ها میلیون انسان از زندگی میکنه. اینها انسان نیستن، اینها اعضای جامعه نیستن، صرف همون کسی که در دفتر باشه یا به اصطلاح در مکتب باشه مو انسان هستن. متاسفانه وقت تناقض کلان یک تناقض بسیار بزرگ دیگه ای است که ما شما میبینیم آنها از یک طرف ادعای حقوق زنان را میکنه، از طرف دیگه حقوق اولیه امی زنها را آنها زیر پا کردن. چی مانا؟ امی 9 میلیارد دلار که آنها اونجا منجمد کرده است کی است؟ مال شخصی کدام شخص است؟ اینها همیشه همی مال زنان افغانستان است، مال دختران افغانستان است، مال پیرمردان افغانستان است، مجموع مال ملت افغانستان را بند کرده، منجمد کرده. از یک طرف حقوق زنان، از طرف دیگه باز حقوق زیر پا میکنن. دیگه این تک تناقض بسیار از بزرگ از ما میفهمیم، بلکه هر کس میفهمه که در اینجا موضوع حقوق زن نیست، بلکه موضوع سیاسی است. میایم از فشار از استفاده میشه. میایم روش صحبت میکنیم. تشکر آقای دکتر مومندی. وقفه کوتاه. باید ما باز هم خوش آمدید آقای محمد نعیم. شما گفته های غرب یا خواسته های مقام های غربی را توجیه کردین با دلایل خودتان. حالا ما میخوایم بدانم که اگر این خواسته ها به نحوی بهانه است
و قابل قبول نیست برای شما، پس آمریکا چی میخواهد؟ خواستش چی است؟ خب در این راستا ما میتونیم بگوییم که یک تفاهمی حرفای نها را ما توجیه نکردم بلکه رد کردم. خب خیر است. نقطه دوم این که در اینجا اگر ما فکر کنم بهتر است از آنها پرسیده شود که چی میخواهند، هدفشان از چی است. با اینکه شما نشستین در میز گفتگو نشستین آقای محمد نعیم، با اونا مذاکره کردین، چی میخواهید از شما؟ و همین چیزا را که مطمئن میگه، حقوق زن، حقوق به اصطلاح بشر، این چیزا را میگه دیگه. ما برشان دلایل پیش میگیریم که بیان ما پیش کردم که حقوق زن، حقوق بشر چرا منجمد کردین 9 میلیارد دلار با ساکت میمونن. دیگه در این راستا ما بگم که یکی نکته دیگه ای که شاید در این شکل نیست که اینها در اینجا در 20 سال همه ما شما شاهد هستیم که در اینجا بسیار سرمایه گذاری کردن، بسیار مال ها یا به اصطلاح اموال هنگفت را به خرج دادن در عرصه های مختلف سیاست و اجتماع و فرهنگ و استخبارات و نظامی و همه چیزا بسیار سرمایه گذاری کردن و بسیار پیسه را مصرف کردن، اموال بسیار کلان را مصرف با مصرف رساندن. در نهایت یک حالت آمد که همه چیز از دست رفت، در اینجا هیچ چیز برای آنها دیگه نماند. طبیعی است که در این حالت اگر باشه ما شما فرض کنیم اگر در بین دو شخص یک مشکلی به میان میآید، طبیعی است که وقتی آنها دوباره پس با هم می نشینن و با هم به حالت عادیشان علاقاتشان برمیگردن زمانی که می باشه و یا هم اعتمادی که در بین بوده در بین می باشه در بین کشورها و نظامها 20 سال برای تخریب آنها کار شد که هم به طرف آنها بودن. ما یک بارش گفته بودیم که جنگ نکنین، بیاین بشینین مشکل از طریق گفتگو حل کنیم، ولی متاسفانه دیگه این به شکل طبیعی ما میتونیم بگیم که تا که در حالات یا به حالت نرمالش برمیگردد یا وضعیت به حالت نرمالش برمیگردد زمانی که میباشد، چون آنها خودشان ملتشان است، مردمشان است، همیشه برایشان میگه ما چی کردیم 20 سال رفتیم، قدر پیسه را مصرف کردیم، پیر کردیم. شاید وجوهات باشد که آنها با احیانا بعضی اظهارات را می داشته باشد. اگر نه در مجموع با اینها دیگه ای را بپذیرند. هر کسی که باشد که در اینجا در 20 سال جنگ بس بود، خلاص شد دیگه، دیگه بیاین از طریقی که به مطبوعات یک طرف دیگه طرف می آید اظهارات را می داشته باشد که در حقیقت مفید به یک طرف هم نیست، بهتر است با هم بنشینیم چی مشکل دارین. اگر مثلا بگیم اونا که میگه که زن افغان و به اصطلاح مرد افغان، زن آمریکایی و مرد آمریکایی چه حالت شده است؟ شما میبینید که تا هنوز هم در آمریکا مردم همی زنا و همی مردا روی سرکا میخوابن، خانه ندارن، چطور خیمه ندارن، نان برای خوردن ندارن. ویدیو ها را ما شما دیدیم که اونجا مردم میره و دکان ها را چور میکنه، به اصطلاح موتلا را چور میکنه از گرسنگی و از گشنگی. یا برای اون کار مشکل مردم خود حل بکنه، بگذارن که میان در افغانستان یک به هزارها کیلومتر دور در اونجا به نام حقوق زن و به اصطلاح حقوق بشری چیزا را مطرح میکنه. همین ما شما میبینیم چند بیشتر شاید تقریبا یک چند ماه پیش بود یا خود رئیس جمهور آمریکا جو بایدن گفتن که یا توییت شما ما دو راست خودم توییت کردم و حرف شما میگه که روزمره در افغانستان در آمریکا در ایالات متحده آمریکا 106 تا 110 نفر به گلوله کشته میشه غیر قانونی. همین مشکل حل کنم در خودشان ببینید در ایالات متحده آمریکا ایالات مختلفشان هست که چی حالت است، حالت مردم. من فکر کنم که باید بگویم که ما خواسته باشیم هر نظام اگر خواسته باشه که مشکلات را با دیگر نظام ها یا منافع خود را تامین بکنه یا مشکلات را حل بکنه، بهتر از با نظام ها بشینن با نظام مشکلات خود را حل بکنن، نه اینکه در امور داخلی کشورها مداخله سر بگیره. اگر در که امور داخلی کشورها به اصطلاح مداخله باشه باز هیچ کس به مشکل نیست، هر کس مشکل خود داره، میتونه هر کس در امور دیگر را مداخله بکنه. باز هم توصیه ما همی پیشنهاد ما همی است که از این نوع اظهارات از هر طرف که باشه، از هر شخصی که باشه، اگر فردی باشه اگر رسمی باشه، این ما را با جا نمیرسانند. بهتر از این است که با تفاهم داشته باشیم برای حل مشکلات، با هم بنشینیم موضوعات را سر میز مطرح بکنیم که همین موضوع اگر شما باید داشته باشین چندی پیش در یکی از مقاله های جناب وزیر سفارت خارجه هم بود، همین پیشنهاد کردم که بیاین حالت بسیار مناسب است، امنیت را که شما در اینجا 20 سال آورده نتانستیم، فساد اداری و اخلاقی و دیگه و دیگه که بود از بین رفته، فساد مالی و مشکلاتی که در داخل نظام بود، تفرقه و اختلافات و
قدرت جزیره های قدرت هم از بین رفته، یک سطح بستر بسیار مناسب مساعد است. خب بعضی مشکلات در این شک نیست که مشکلات اگر یک دولت حل نمیگردد، بشینیم بیاین با هم این مشکلات را حل بکنیم. هر خواسته های ما باز میره با میگیم، گفتیم پالیسی ما مثلا است که در پرتو شاد دیدیم مبارک اسلام در پرتو منافع ملی ما خواسته های مشروع، منافع مشروع هر کسی که باشه ما با او ملتزم هستیم. همچون از دیگران هم میخواهیم که باید منافع و مصالح کشور و مردم ما را هم در نظر بگیرند. دیگه به اصلا سیاست امیر است که باید ما چه قسم میتونیم که منافع و مصالح را به اصطلاح برش کار بکنیم که همه تامین شوه، همه به اصطلاح برنده باشه، هیچ کس بازنده نباشه. این از این سیاست ها میتونیم به پیش بریم. اگر اینکه باید که شرها و مداخله ها باشه، باز نفع هیچ کس نیست. درست، من می اتفاقا روی همین موضوع از شما سوال داشته باشم. این که در لیست سیاه بودن، تجربه کردن تعذیرات و همچنان منجمد ماندن پول های افغانستان، گسترش فقر در افغانستان، فکر نمی کنید که حکومت داری را در افغانستان از پا می اندازه اگر راه حل برش پیدا نشه؟ نه خیر، ما فکر می کنیم که این مشکلات انشاءالله حل خواهد گردید. و شما فعلا ما و شما میبینید در کشور ما با اینکه مشکلات وجود داره و الحمدلله پیشرفتای هم داریم، یگانه مشکل بزرگی برای ملت ما، برای مردم ما که ما همه ما از آن رنج میبردیم جنگ بود. وقتی جنگ خاتمه یافت الحمدلله شما میبینید که با مو هم امکانات ناچیز و با اصطلاح کمی که در اختیار حکومت و نظام وجود داره، ما و شما میبینیم که الحمدلله پیشرفتای ما در سطح‌های مختلف بالخصوص در چیزی که تعلق به مردم افغانستان، به ملت افغانستان، به حکومت افغانستان داره، اونها به امور داشته خود به کار انداختیم. امیدوار هستیم که ان شاء الله با مرور زمان این مشکلات حل گردد. ما با شما دعا داشته باشیم هر جایی که یک کشور که از جنگ نو میبره، یک جنگ 43 ساله قسمی که افغانستان بود متاسفانه پشت سر میگذاره، توقعی نداشته باشیم که در یک سال دو سال ما هم مشکلات را حل بکنیم. خب الحمدلله این است که ما می راه را به خیر میپیماییم و در پیشرفت هستیم انشاءالله. و یک چیزی را که ما و شما را بسیار اگر به شکل آن ببینیم امیدوار میسازد که ملت ما، مردم ما افغانستان الحمدلله در کابل از دیگر کشور در دیگر شهرها است، همه ایشان هم یک احساس وطن دوستی و احساس به اصطلاح آبادانی و کشور خود را داره. هر کسی هم با داشته خود هر چیزی که است امور به خرج میده دیگه، شب و روز در این تلاش هستن. و افغان ها الحمدلله یک خصوصیتی بسیار بزرگ را داره که وقتی به کار شروع بکنه از همه دیگر کار دیگران کردن کار خود مخلص ها می باشه، متعهد ها می باشه. و الحمدلله ملت ما با شکل هم این تعهد و این اخلاص با ملت، با مردم خود، با خاک خود داره. انشاءالله ما امیدوار هستیم که به یاری و نصرت الله متعالی و به همکاری همین ملت مجاهد و غیور و زحمتکش خوش بتوانیم انشاءالله که همین مشکلات که پیش روی قرار داره انشاءالله آرام آرام پشت سر بگذاریم و با پیش برویم. ایران باید ما شما فراموش نکنیم پیشرفت هایی که در دیگر کشورها صورت گرفته به شکل هم که در جهان غرب بگوییم این به اصطلاح در یک روز دو روز ده سال و پانزده سال نشده، اینها 50 سال 60 سال کار کردن، زحمت کشیدن که به این نتیجه رسیدن. ما الحمدلله ما به این باور هستیم که راه های را که یا مشکلات را که آنها در 50 سال حل کرده یا در 40 سال حل کرده ما میتونیم در 5 سال انشاءالله در 10 سال این مشکلات را حل بکنیم. دیگه می ما را ادواز میکنه، امیدوار هستیم که انشاءالله این مشکلات حل کرده. درست، ولی یک مشکل بسیار کلان که میمانه بحث مشروعیت حکومت تازه در افغانستان است. گفتم میتونین که حکومت تازه در افغانستان مشروعیت خود را به دست میاره؟ خود اگر هدفتان مشروعیت داخلی باشه، قسمی که در مطبوعاتون گفته میشه، یکی مثلا مشروعیت خارجی میگن، در این راستا در مشروعیت داخلی را ما میتونیم بگیم که یگانه حکومت که در 40 سال به میان آمده همین حکومت است که از مشروعیت ماشاءالله بسیار وسیع مردم به اصطلاح چی است برخوردار است. و این از چند نگاه میگم، ما نمیخوایم که حرفای هوایی یا خیالی را به اصطلاح یا فریبنده را داشته باشیم. در 20 سال که امارت اسلامی افغانستان به نظام فعلی در مقابلش غالگرا بودن، کی امرایشان بودن؟ طبیعی است که نصرت الله متعال و همه ما بایی باور داریم، اما در واقعیت که ما شما ببینیم در اینجا همین مردم نبودن که با مجاهدین بودن، همین ملت خودشان جهاد نمی کردن، نان به همین مجاهدین نمی دادن، بلکه اولادهای خود را قربانی نکردن، اما مشکلات را تحمل کردن. اگر آقای محمد نعیم، ما صحبتهایتون برداشت میکنیم که شما میگین اگر هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته، همان گونه که 20 سال به تنهایی جنگیده، سالهای دیگر هم به تنهایی حکومت میکنه، درست؟ در این راستا ما می آمدیم به طرف خارجیش بگوییم یا به بعد خارجیش،
ما شما با جلیان هستیم که ما تعاملات داریم، یعنی به شکل عملی ما هم کارهایی که به رسمیت برش گفته میشه هر چیز داریم، با کشورهای همسایه داریم. شما در جلیان هستیم که تعاملات تجارتی، تعاملات اقتصادی، حتی بعضی پیمانهای اقتصادی بسته شده و رفت آمد داریم با دیگر کشورها، با کشورهای منطقه و فرا منطقه تجارای خارجی آمدن سرمایه گذاری کردند و کمپانی های خارجی آمدن سرمایه گذاری کردند. دیگر در این راستا پیشرفت های ما داریم، عملا ما میتونیم بگیم که رسمیت وجود داره، اما این که اعلان شوایی شاید تا یک وقت باشه ان شاء الله مشکل هم حل میگردد. دیگر در جهان امروزی بدون تعاملات، بدون تفاهمات زندگی کردن مشکل است. این مشکل یگانه نیست که ما صرف افغان‌ها ما ضرورت داریم، دیگه کشورها، دیگه ملت‌ها هم ضرورت دارند. همین مشکل را بسیار کوتاه اگر جواب بدین چگونه حل میکنین همین مشکل تعامل را؟ ما در جهان، با جهان، با کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه در تماس هستیم. و آمریکا مهم نیست؟ آمریکا مهم است، چطور نیست، اما یکی آنها نمیخواهد، هر تعلق با آنها داره. اما نمیتونیم بگیم که همه دنیا باز آمریکا است، اگر آمریکا بود دیگه همه چیز اگر نبود. نه خیر، چنین نیست. ما میخواهیم با شمول آمریکا با همه تعلقات خوبی داشته باشیم، میره بارها گفتیم که تفاهمات داشته باشیم، با هم همکاری داشته باشیم، اما موضوع اصلی که ما را برای ما، برای ملت ما اساس و اصل است که یکی دین مبارک اسلام ارزش‌هایش است و یکی منافع ملی کشور ما است. در پرتو این دو اصل ان شاء الله ما با هم تعاملات خوبی می‌خواهیم و ما امیدوار هستیم ان شاء الله که همه به شمول آمریکایی را درک کرده باشند و دیگه از این به اصطلاح فشار وارد کردن و این فشار در 20 سال چیزی بود که نشد. و نتیجه شما دیدیم. دیگه حالا ما هستیم ان شاء الله که از فشار وارد کردن دیگه به تفاهم و به اصطلاح تفاهم و تعامل رو آورده شود که تا مشاهده کرده. سپاسگزار آقای دکتر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر که از قطر با ما بودن. سپاسگزار و ممنون که بیننده برنامه تحول بودید. برنامه در همین جا به پایان میرسد. خدا بنگهدار.